بنام خدا، سلام و شبتان بخیر. امروز چهارشنبه 29 اوت 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 20 مارچ 2019 میلادی. مجموعه خبری این شب ما ویژه شده از به مهمترین رویدادهای خبری یک سال گذشته. مجموعه خبر هم. سال 1397 خونین ترین سال برای نظامیان افغان و شهروندان کشور شناخته شده است. در این 365 روز 70 حمله حراس افغانانه در سراسر کشور انجام شده که مسئولیت این رویدادها به طالبان و داعش برمیگردد. با بنیاد آمار دفتر سازمان ملل متحد در این سال بیش از 10,000 غیر نظامی در سراسر افغانستان جان باخته است. تلفات نیروهای امنیتی با بنیاد آمار ارائه شده از سوی رئیس جمهور با گونه میانگین به 11,300 تن در سال میرسد. علی اصغری با درشترین رویدادهای 365 روز این سال پرداخته. سال 97 با حملات خونین و مرگبار برای مردم و طرفهای درگیر جنگ به پایان رسید. تازه نوروز شده بود که داعش مراسم را در گذرگاه حضرت علی در کابل هدف قرار داد. در آن 30 غیر نظامی جان باخت و دست کم 65 تن دیگر زخمی شد. پس از این حمله طالبان و داعش در جریان این سال دست کم 70 حمله حراس افغانانه در سراسر کشور انجام دادند. درشترین آنها حمله دوگانه داعش در ششدرک کابل که جان 25 نفر به شمول 9 خبرنگار را گرفت. حمله داعش بر مرکز آموزشی موعود که در این رخداد 48 تن جان باخت و 65 تن زخم برداشت. در ننگرهار حمله داعش بر اقلیت‌های اهل هنود 19 کشته 21 زخمی داشت. حمله داعش بر نمازگزاران در گردیز 30 کشته 100 زخمی داشت. حمله طالبان بر بخش از وزارت فواید عامه و معینیت شهدا و معلولین دست کم 43 تن به شمول 9 کودک جان باخت و 27 تن زخمی شد. بی اندازه حادثه خطرناک بود، بی اندازه حادثه غم انگیز بود. دوستای ما را در مقابل چشم ما به شهید می رساندن، گاز اعلام می کردن، می سوختاندن. متاسفانه جنگ ادامه پیدا کرد، تلفات داشتیم از اثر ادامه جنگ، تلفات مردم بودکی داشتیم، در نیروهای دفاعی امنیتی ما تلفات داشتیم. طالبان در این سال بر بخش‌های شهر فرات در یک مدت کوتاه حاکمیت پیدا کردند. در این درگیری‌ها نیز بیش از 30 نظامی جان باخت و قرار گزارش‌ها 300 طالب هم کشته شد. این گروه در 18 اسد این سال برای 4 روز در بخش‌های شهر غزنی حضور داشتند. در این حمله 100 نظامی و بیش از 30 ملکی جان باخت و شمار زیادی از مارکت‌ها و تأسیسات دولتی نیز با آتش کشیده شد. پس از مدت این گروه به هدف زیر کنترل در آوردن مناطق امن مرکزی چون اجرستان، مالستان و اورزگان خاص قطعه سرخشان را فرستادند. در این حملات بیش از 100 نظامی جان باخت و بیش از 5000 خانواده نیز بیجا شدند. همچنان در زمستان امسال طالبان بر قلعه اردوی 215 میوند در شوراب هلمند حمله کردند. در این حمله 26 نظامی ارتش جان باخت و شماری از جنگ افزارهایشان در پایگاه نظامی نیز تخریب شد. طالبان در روزهای اخیر سال 97 بالای بالامرغاب بادغیز نیز یورش بردند که 58 نظامی اسیر این گروه شد و 58 نظامی به شمول چند ملکی از مرز به کشور ترکمنستان فرار کردند. رئیس جمهور در نشست ژنو گفت در 4 سال حکومتش 45,000 نظامی جان باخت که به گونه میانگین جان باختن 11,300 نظامی در هر سال را نشان می‌دهد. 5000 پرسنل نیروی افغان قربانی نهایی جنگ را پرداختند. در صورت که آمار قربانیان عساکر بین المللی کمتر از 70 نفر بوده است. سال 97 برای غیر نظامیان خونین ترین سال گفته شده است. یونما در گزارش سالانه‌اش آورده که در این سال 11,000 غیر نظامی جان باخته. 63% مردمان ملکی توسط گروه های مخالف دولت کشته شدند، در حالی که 34% از این تلفات به نیروهای دولتی و متحدانش برمیگردند. در حالی که تنور جنگ در افغانستان هر روز داغ و داغتر می شد، طالبان و نیروهای دولتی در پی یک آتش بس برای 72 ساعت جنگ را متوقف کردند. خلک خپل اختر په ډیره خوشحالی سره لمانځي. تاسو هم دغه صحنه په خپلو ولیدلې او په دغه سیمه کې انشاءالله هیڅ نوه مشکلات نشته. ظاهرا این آتش بس به دل رئیس جمهور هم چنگ زد. در او روز آتش بس میشه، طالب آیسکریم بده، زنده باد آیسکریم.
در سال 97 ملا عبدالمنان مسئول نظامی طالبان و والی نامنهاد هلمند کشته شد. در پی انتقام این گروه جنرال رازق فرمانده پلیس کندهار، عبدالجبار قهرمان عضو پیشین مجلس نمایندگان و عبدالعزیز کاروان فرمانده قطعات خاص ولایت پکتیا را ترور کردند. نیروهای دولتی با همکاری نیروهای آمریکایی بیش از 200 عملیات زمینی و بالای 100 عملیات هوایی با انداخت 5200 بم بر موازی دشمن را در سراسر کشور راه اندازی کردند. و طالبان نیز عملیات هایی که رقم آن دقیق نیز در کنار داعش و دیگر گروه های جنگجو در افغانستان داشتند. در اینجا دریچه رویدادهای امنیتی سال 97 را بسته کردیم. بیشترین جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان بود که نیروهای دولتی زیر نام عملیات خالد حملات طالبان زیر نام عملیات الخندق را دفع کردند. حال دیده شود که در سال 98 این دو گروه مخالف با هم آشتی میکنند و یا هم بار دیگر زیر نام یک عملیات به مسافه هم رفته و میدانهای جنگ افغانستان را گرم نگه می‌دارند. علی اصغری، آریانا نیز. آخرین تحول سیاسی سال 1397 با بعد تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری رقم خورد. کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و ولسوالی ها و انتخابات مجلس نمایندگان ولایت غزنی در ششم ماه میزان سال آینده برگزار خواهد شد. بر بنیاد جدول قبلی قرار بود انتخابات ریاست جمهوری در 29 ماه سرطان سال آینده برگزار شود. اما هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات تاکید میکند که اگر شرکای دخیل در انتخابات بودجه مورد نیاز این روند را به موقعی در اختیارشان قرار ندهند، انتخابات را بعد تاریخ تعیین شده برگزار کردن نمیتوانند. سال 1397 با تنش سیاسی در درون و بیرون از کشور همراه بود. تنش‌هایی که نه سیاستگران در داخل با هم کنار آمدند و نه روابط خارجی افغانستان با ثبات ماند. از گفتگوهای رودروی طالبان با آمریکا گرفته از سوندهای انتخاباتی و برگزاری انتخابات پرسر و صدای مجلس نمایندگان که برکناری کمیشنران نهادهای انتخاباتی را در پی داشت، از مهمترین تحولات سیاسی در این سال میباشد. شاهپور فرهمند نگاه به مهمترین این رویدادهای سیاسی در این سال انداخته. صفحه سال 1397 با تنش‌های سیاسی در درون و بیرون از کشور باز شد. تنش‌هایی که نه سیاستگران در داخل با هم کنار آمدند و نه روابط خارجی افغانستان با ثبات ماند. برگزاری روند دوم کابل، اعلام نقشه راه دولت افغانستان برای صلح با طالبان در نشست ژنو، مأمور شدن زلمه خلیلزاد برای صلح افغانستان، 5 دور گفتگوهای نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر، معرفی شدن هیئت گفتگو کننده صلح و برد مشورتی صلح حکومت، تنش میان کابل و واشنگتن در تلاش‌های صلح، زمزمه های حکومت موقت، آتش بس 3 روزه با طالبان، برگزاری نشست صلح مسکو، برگزاری نشست بین الافغانی در مسکو و دست یافتن به نکات مشترک، نقش آفرینی پاکستان و شمار دیگر از کشورها در روند صلح از کمپیشینه ترین تلاش ها برای دستیابی به صلح در افغانستان پنداشته می شوند. که چوک فکر کهی چی پا اشرف غنی بانده با بلگند و مکمایده امزا کی؟ اما وینا بازی داره خم ننگین کار بزنکو. ادعای تقلب و گسترده در انتخابات مجلس نمایندگان، برکناری کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی، معرفی کمیشنران تازه برای کمیسیونهای انتخاباتی، صف‌بندی‌های غیر قابل باور برای انتخابات ریاست جمهوری، از همپاشیدن بزرگترین ائتلاف سیاسی حکومت، از جدیترین موارد در روند انتخابات بودند. متاسفانه باید بگیم که حکومت بو اهدافی که باید میرسید متاسفانه نرسید. شکلگیری ائتلاف بزرگ سیاسی ضد حکومت، آمدن جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور پس از ماها به کشور، تقابل حکومت با افراد متهم به داشتن افراد مسلح، مخالفت با مقرری های رئیس جمهور از مواردی بودند که تا آخر سال هم حکومت و هم مردمان کشور را به چالش کشید. سال پر از امیدواری ها، ولی در این وقت از چالش ها. سال پر از فرصت ها، ولی در این وقت خطرات.
با این همه آنچه که روی همه تلخی های سیاست افغانستان نمک و شیرینی می انداخت کنایه‌گویی ها و گاهن هم اشتباهات لفظی شماری از سیاستگران بود. اسمت کردی اشمت خو اسمت اشمت کلش یک چیز هست. ما از قوم هزاره در تیم خود نمایندگی می کنم. دوام صحبت های جناب کرزی سه باور ما ایست که نه آقای عبدالارن و آقای غنیر ولا گنار شاگردای چای نکی پزم بگیرم. صفحه سال 1397 در حال بسته می شود که هنوز روندهای پرچالش و اختلافزا از جمله انتخابات ریاست جمهوری و گفتگوهای سال با طالبان به سال 1398 میراث مانده است. روندهایی که پیوند مستقیم با بهروزی و بدروزی شهروندان کشور دارند. وقفه کوتاه در آریانا، خبر از آریانا نیوز دنبال کنید. آریانا نیوز سال 1397 را با دستاورد و چالش پشت سر گذاشت. این شبکه جهانی در کنار پوشش رویدادهای مهم این سال روحشی را انجام داد که در آن دیدگاه مردم نسبت به صلح و انتخابات انعکاس داده شد. پوشش سراسری انتخابات مجلس نمایندگان یکی دیگر از مهمترین دستاوردهای آریانا نیوز دانسته می شود. هرچند در تابستان 1397 سایت خبری این شبکه از خاک پاکستان به مدت 3 ساعت هک شد و از کنترل آریانا نیوز بیرون آمد، با آن هم 500,000 دیگر بر مخاطبان صفحات آریانا نیوز افزوده شد. علی اصغری با جزئیات بیشتر. سالی که گذشت فعالیت آریانا نیوز چگونه بود؟ در لسه و نویم کال که آریانا نیوز دیتلا رسوانی پر برخه که فوقلاده کارونه کردی ترسره کردی او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د حکومت او د ټولو عبادو برخه کې چې فعالیتونه او د اطلاع رسانه برخه کې کارونه کړی دي. تلویزیون آریانا نیوز یکی از تلویزیون های پیشتاز ما بوده که در بخش اطلاع رسانی بسیار فعال بوده. به نمایندگی از مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت برنامه های مسلکی و متوازن این تلویزیون ما تقدیر و تمجید میکنیم. در این سال آریانا نیوز به عنوان رسانه پیشتاز دستاوردها و چالش های زیادی داشت که درشترین آنها پوشش سراسری انتخابات مجلس نمایندگان به گونه زنده، پژوهش در مورد انتخابات از سوی آریانا هرات در حوزه غرب افغانستان، پژوهش ملی از دیدگاه مردم در مورد صلح و انتخابات، اجرای برنامه های اختصاصی با مقام های ارشد داخلی و خارجی در پیوند با رویدادهای مهم افغانستان، تهیه ده‌ها گزارش پژوهشی در حوزه صلح و انتخابات، پوشش زنده خبری از رویدادهای حراس افغانی تا نشست‌های مهم جهانی، تهیه گزارش از خط مقدم جنگ از بخش‌های ناامن افغانستان و در بخش رسانه‌های اجتماعی وبسایت آریانا نیوز در وسط‌های سال 1397 از خاک پاکستان هک شد و تا 3 ساعت این شبکه بران کنترل نداشت، در حالی که صفحه فیسبوکش از 1,000,000 به 1.5 میلیون پسند اضافه گردید که از سراسر جهان بودند. فعالیت 24 ساعته صفحات اجتماعی مانند فیسبوک، تویتر، یوتیوب و سایت خبری آریانا نیوز از دیگر دستاوردهای این شبکه خبری است. په مجموع کې آریانا نیوز د یو متحد تیم او ټولګي په توګه د اطلاع رسونې رسالت په پوره دقت او بېطرفۍ سرته ورسولو او په تیر کال کې وکولی شول چې د خپلو لیدونکو په شمیر کې زیاتوالی راولي. آریانا نیوز توانسته با بېطرفي آنچه که حقایق و رویدادهای بوده پوشش بده و د اختیار مردم قرار بده. آریانا نیوز با پوشش سراسری در 20 ولایت افغانستان دفتر فعال دارد. در کنار مرکز آریانا نیوز دو شبکه بزرگ آریانا بلخ در حوزه شمال و آریانا هرات در حوزه غرب افغانستان مهمترین های خبر را پوشش می‌دهند. این شبکه جهانی به زبان های ملی پشتو و دری نشرات دارد و زبان ازبکی نیز بخش از خبر است. شبکه خبری آریانا نیوز از ساعت 7 صبح تا ساعت 10:30 شب 16 ساعت به گونه زنده فعالیت رسانه‌ای دارد. کارمندان این رسانه با تلاش های شبانه روزی تلاش می‌ورزند تا اطلاع رسانی دقیق و به موقع به مردم داشته باشند. تیر کال د آریانا نیوز لپاره د لاسترانونو ډک کالو او په دې هیله چې راتلونکی کال هم نور بریاوې له ځان سره ولري. اینجا اتاق فرمان آریانا نیوز است. حاصل کار تمامی کارمندان آریانا نیوز در سال 97 همینجا آمد و به مردم پخش شد. تیم کاری آریانا نیوز برای سال 98 هم متحد از گذشته است و
تلاش میکنند تا مهمترین و داغ‌ترین رویدادهای افغانستان را برای شما ارائه کنند. پس از وقفه کوتاه بیننده خبر اقتصادی باشید. و خبر اقتصادی خوش آمدید. اقتصاد افغانستان هم در کنار مسائل امنیتی و سیاسی پستی ها و بلندی های داشت. ایجاد دهلیز های هوایی با شماری از کشورها، آغاز کار پروژه تاپی، نتیجه مثبت بررسی برنامه اقتصادی افغانستان از سوی دو بانک معتبر بین المللی و افزایش عواید موارد مثبت است. مشکلات فراراه سرمایه گذاران، افزایش تهدیدها، فساد اداری، موانع فراراه تطبیق پروژه های بزرگ، بیکاری، قرار داشتن بیش از 50% شهروندان زیر خط فقر از مشکلات اقتصادی در سال گذشته بوده. رشد اقتصادی و گشایش پروژه‌های منطقه‌ای و ملی دستاوردهای اقتصادی سال 1397 خورشیدی افغانستان به شمار می‌رود. آغاز کار پروژه تاپی، گشایش راه لاجورد، ایجاد دهلیزهای هوایی با قزاقستان، چین، عربستان، امارات متحده عرب، روسیه و اروپا، افزایش صادرات از طریق دهلیزهای هوایی و زمینی به ارزش 1 میلیارد دلار، مستثنا قرار گرفتن بندر چابهار از وضع تحریم‌های آمریکا بر ایران، ارسال نخستین معموله صادراتی از طریق چابهار، آغاز صادرات به چین از طریق بندر ایرتان. 4 سال پیش تهدید می‌شدیم که اگه این سرحد بسته کنیم سرتان یا اون سرحد نان خوردن نخواد داشتین. امروز افغانستان متوسل است. بر اساس گزارش بانک جهانی، افغانستان توانست در بخش اصلاحات اقتصادی سهل شدن روند سرمایه گذاری و کاریابی ده امتیاز را به دست بیاورد و با 16 رده ارتقا از درجه 189 به 167 رسید. در همین سال ما تانستیم که بودجه ملی افغانستان به سطح حکومت در 1% تاریخی که بالاتر از 91% بود به مصرف رساندیم. به باور مسئولان وزارت اقتصاد، افزایش صادرات به ارزش 1 میلیارد دلار در سال 1397 از لحاظ اقتصادی دستاورد بی پیشینه بوده است. در سالی که گذشت اولین باری هست که میوه تازه شما تا سری سبد مارکت های فروش در لندن و در دیگر کشورهای اروپایی میره. در سال 1397 افغانستان مشکلات اقتصادی را نیز تجربه کرد که بیشتر سکتور خصوصی و شهروندان را متاثر کرد. کاهش 1 میلیارد دلار تولید ناخالص، زیر خط فقر بودن 55% شهروندان کشور به اساس گزارش بانک جهانی، سپری کردن شب با گرسنگی بیش از 50% نفوذ کشور با اساس اظهارات رئیس جمهور، کاهش ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی و متاثر شدن شماری از بازارهای کشور در نتیجه بندش بزرگراه‌ها هنگام تظاهرات از موارد آن است. به باور اتاق تجارت حکومت برنامه کار را دارد، اما تا حال اقدام جدی برای رشد اقتصادی نشده است. تجارت در پخواب نسبت خراب شده، صنعت کمزور ده، اما صادرات که شویده. صادرات زمانگا در پخواب نسبت دیر کدی، $6.5 میلیون منگ صادراتو و 3 میلیارد تا رسیده لیدی. بزرگترین هدف اقتصادی حکومت برای سال 1398 افزایش صادرات به 2 برابر است. توجه کنید به نرخ شمار از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. $1 آمریکایی 75 افغانی و 70 پول، 1 یورو 85 افغانی و 60 پول، 1 دلار همین مورد 20 افغانی و 55 پول. 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه پاکستانی 542 افغانی و 1000 روپیه هندی 1090 افغانی. پس از وقفه کوتاه بیننده خبر ورزشی باشید. با خبر ورزشی هم خوش آمدید. سال 97 برای ورزش افغانستان با اما و اگرهای زیاد به سر رسید. حضور افغانستان در رقابت‌های المپیک آسیا در اندونزیا بزرگترین رویداد ورزشی سال 97 بود، اما در این سال
بر رهبری فدراسیون فوتبال کشور اتهام بی‌پیشینه آزار و اذیت جنسی بانوان ورزشکار بسته شد، حتی که وظیفه رئیس فدراسیون با چند مسئول دیگر آن به تعلیق درآمد. در این سال کرکت افغانستان درخشش کم پیشینه داشت، اما تیم ملی فوتبال کشور از جام ملت‌های فوتبال آسیا حذف شد. عبیدالله انوری با مهمترین رویدادهای ورزشی 97 مرور کرد. در سال 97 و در رویداد آسیایی به میزبانی اندونزیا، کاروان 120 نفره از افغانستان حضور یافت. اما ورزشکاران تنها با کسب دو مدال برنز توسط خالد هوتک در بخش وشو و منصور فقیری در بخش کورش، بدترین نتیجه ممکن را در طول تاریخ به ثبت رساندند. و بدتر از آن که جوجیتسوکار کشور با شکست در ثانیه نهم ریکارد بدترین باخت این بازی ها را رقم زد و مشزنان کشور هم مغلوب خواب شدند و از پیکار باز ماندند. تیم ملی فوتبال افغانستان با 6 امتیاز در مکان سوم گروه 30 مسابقات جام ملت‌های آسیا از رسیدن به دور بعد باز ماند. ولی تیم ملی فوتبال 16 سال در مسابقات مرکز آسیا جام نایب قهرمانی را گرفت، در حالی که تیم ملی فوتبال 17 سال کشور نیز جام نایب قهرمانی رقابت‌های سوبروتوی هند را بالای سر برد. اما شکست تیم ملی فوتبال بانوان با عبدالگل در مسابقات بیرونی سبب شد تا برخی بانوان از برای تجاوز و سوء استفاده جنسی از این دختران اتهامات را وارد نمایند که با آن فیفا کرام‌الدین کریم را برای 180 روز از هر گونه فعالیت فوتبالی محروم کرد و دادستانی کل کشور نیز وظیفه وی و 4 عضو دیگر را به حالت تعلیق درآورد و تا کنون هم پرونده اتهام آزار و اذیت جنسی زیر ذره‌بین دادستانی کل قرار دارد. این اتهام اما تیم ملی فوتبال را تا به پرتگاه منحل شدن پیش برد و فدراسیون فوتبال نیز بزرگترین حامی مالی خیش را از دست داد و بازیکنان تیم ملی نیز در ترکیه گروگان ماندند که با وساطت انوش دستگیر رهایی یافتند. ولی خوشترین روز سال برای مردم افغانستان برگزاری دیدار دوستانه میان افغانستان و فلسطین در پروژه گل بود که افغانستان بازی را در خانه مساوی کرد. اما تیم ملی کرکت کشور در سال 97 روزهای خوش را برای مردم افغانستان رقم زد. این تیم پس از شکست‌های تلخ در مسابقات راهیابی به جام جهانی پنجاوره انگلستان شگفتی آفرید تا برای دومین بار موفق به کسب جواز صعود شود. در سال 1397 در تاریخ کرکت کشور برای دومین بار جام مسابقات جهانی 2019 کرکت به افغانستان آورده شد. ببرهای آبی در روزهای پایینی 97 بازم افتخار آفرینی کردند و توانستند در دومین دیدار تست تاریخشان با تفاوت 7 ویکت تیم ملی کرکت ایرلند را شکست بدهند. سال 97 را با تمام دغدغه‌های آن به پایان بردیم، اما رئیس تربیت بدنی و ورزش کشور وعده سپرده که با توجه به بودجه تخصیص یافته 1398 سال انکشاف ورزش کشور خواهد بود. در این بین ولی تا هنوز نتایج دوسیه اتهامات جنسی در فدراسیون فوتبال، نتیجه انتخابات فدراسیون بایسکلرانی، ساخت زیربناهای ورزشی و نیز توجه به پایه رشد رشته‌های مختلف ورزشی در آلای ابهام قرار دارد. عبیدالله انوری، آریانا نیوز، کابل. وضعیت هوای کابل چند شهر دیگر کشور. کابل نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12.1. هرات نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19.7. مزار شریف نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21.9. جلال آباد نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21.8. قندهار نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22.10. و غزنی نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 5.0، -5. تشکر از همراهیتان با خبرهای آریانا.